آنجا. سلام خان جان، صبح بخیر. همین الان میرم نون میگیرم. تازه میخوای بری نون بگیری؟ صحت خوب آقا جمال جمالی. رفتم گرفتم اینها، رفتم محل خودمون نون سنگک تازه گرفتم خوش خوشی. سنگکی محل خودتون؟ این همه رو؟ ای نه لنگ زور شد، این بچه هنو بیدار نشده. نه نه همین باشو مرکز فرمیر شد مادر. خودم دیدمش، داشتم اینجا میدویدم که دیدم یه دفعه یکی مثل فشنگ بیوم از بالا دستم رد شد. نگاه کردم دیدم خان جان نون خریده، داره بدو بدو میاد خونه. خان جان. بله خان جان. مطمئنی اشتباه ندیدی؟ بله که مطمئنم. خان جان، مادر اعظم خانم، مادر بزرگ امیر آقا، مادر زن آقای جمال، هم خان جان دیگه. باورم نمیشه آخه اون طفلک حتی نمیتونه قدم از قدم برداره، حالا بدوه. ما خودم هم تعجب کردم وقتی دیدم داره میدونم به اون سوال مزمش نمیشدم، نفسم گرفت. وقتی در اسلام خونه دیدم خونه سازم. اینم باز از اون شوخی های بیمزه اول صحبته ها. الان من که صبح شوخی کردم، پس صبح حال شوخی دارم، حرفی میدونم. صاحب خونه خانجا مفرمایید تو، مفرمایید. نه مادر، از قدیم گفتن گت گرفتی اما نتیزه شخصی زود ببر پسش بده. بیشین جبود، نمیخواد به زورکی بخندی. بیشین خوب نیست آدم سر صفته بلنشه. آره مادر، کشکش خوب کشکی ها، رفتم از کشسابی محل خودمون گرفتم آوردم. آره مادر بخور تا بفهمی کشک یعنی چی. خانوم خانه چرا محل خودتون؟ مادر اونجا همه آشنا، بقال چقال قصاب، همه جنس خوب با آدم میده، مثل اینجا بندازه در رو نیست. آره این همه را رو چجوری رفتی؟ چجوری رفتم؟ خب با پا رفتم دیگه، اینطوری پیاده رفتم و برگشتم. رای نیست. آره مادر، رای نیستش که. تا جمالی از خواب پشد رفت تو دستشوی، دستروشو بشوره ها، من زود رفتم کشکمو گرفتم، نونمو گرفتم و محل خودمون نونش خوبه، شور نیست، مثل اینجا قاطی پاتی نداره. نون گرفتم، کشکم گرفتم، پشتم اومدم. آره مادر، دستشو درد نکنه، قابل نداره. مادر تا به تایه کو همینجاست تو اتاقشه. اتاقم داره بلا نگیرنگش. مقبوله، نوکی خواستنیه. خدا بهت ببخشتش مادر. خب دیگه من برم میخوام واسه جمالی شامی درست کنم. شامی آرد نخوشی دوست داری، اعظم بلد نیست درست کنه، گفت به من خان جان تو رو خدا یه شامی برای من درست کن. اینه که میخوام برم شامی درست کنم. جوون بسته دیگه، چقدر میخوری؟ اگه لقمه دو لقمه نکن لنگ زور شد، افتاد اومد وسط حیات، باش برو ادارت بیرونت کنن. خب دیگه من رفتم. تشریف داشتیم نمیشه. جدی تویی؟ بله من صحبت گفتم باور نکردی. آخه من نمیفهمم چطور ممکنه که یهو اینطوری بشه ها؟ نه تو نمیدونی. نه یعنی تو نمیدونی؟ واقعا نمیدونم. خب زیزه کلو دیگه. وای من چه خنگیم زیزه کلو.
خودشو میزنه به اون را. این زیزی گلوی بد جنس تو بقیه مدرخم روبی؟ این چه بلایی بود تو سر خان جان آوردی؟ خب خود راستو میگم. یعنی چی خودش شد دیگر؟ یعنی خان جان خودش یهو خود به خودی اینطوری دوید ها؟ مادر خانومی، مادر خانومی جان، مگر شما نگفتید هر کاری از دستم برمی آیم انجام بدهم؟ خب خود راشو میگم. سلام خان جان. داری چی کار میکنی خان جان؟ چشت نمبینه، دارم که آروم میکنم، اینم پرسیدن داره. آخه شما با این بنوتال که وقت این کاراتون نیست. خان جان اون جارو رو بهت میمن، زحمت نده. میبونه کنار، میبونه کنار، سرای من با این هستا بذار کارم رو بکنم. من چشم به دیدن گرد و خاک عادت نکرده که بیشینم، گرد و خاک از سر و روی خونه بره بالا. این دختره عزب نمیدونم به کی رفته، اصلش انگار نه انگار که تو خونه من بزرگ شده. من که همیشه بود خونه زندگیم، خونه زندگیم برق میزد، این نهو پنجه آفتاب. گمون کنم این دختره عزب به خونواده عمش کشیده. خیلی چه لحظه، چه زندگی. صبح تا حالا من دارم یه ریز این خونه رو میشورم میروبم، نمیدونی چه زندگی داشت. اون از موالش، اون از مطبخش، اینم از اتاقاش. خان جان شما چی داری میگی؟ شما که اعظم رو بهتر از من میشناتی. تو تمامی خونه رو گردگیری و نظافت نکنی که آروم نمیشونه. همین پیش پای شما قبل از اینکه بره تفرا همه خونه رو تمید کرد، مثل آینه برق انداخت. آره جون خودش مثل آینه میبینم اسکمو تو گل قالی. چه خونه زندگی، چه آینه ای. گرد و خاک تمام خونه رو برداشته بود، شش تا خاک انداخته، حالا خاک ریختم بیرون. میدونی چیه؟ همش زیر سر این جارو برقیه. نمیخواد کمرشو دلا کنه. نه این جارو برقی مفت نمیارزه. گرد و خاکو عوضی که بکشه تو، همش هلفت میده بیرون. نه هیچی، این جارو دستی نمیشه. همش قشنگ گرد و خاک علای پرس گل قالی میکشه بیرون. عوض شده، حالا وقتی جارو برقیه، نه تو جارو دستی. نه این اعظم دختره نمیخواد کمرشو دلا کنه. امیر نه من صدات میشکنم. نه بیا کنار. تو اگه کلاه پشم داشت این پسر امیر اینطوری نمیکرد. همچی که ازش غافل میشد جلدی میزنه بیرون. میبارو کنار. خانجا خود میبارو کنار. دیدی امیر شد چهه باید؟ نخه شد چهه باید؟ امیر ننه با تو هم ای گوشات نمیشتافه. بله ننه بیا بالا، بیا بالا یه چیزی بپوش، دوباره برو بازی. سردمه ای ننه، چیک مستونه تا حالیت نیست، هوا سرده، سوز داره، من نمیبینی چه بادی میاد. بیا بالا ننه قربونت بره، بیا بالا یه چیزی بپوش، دوباره برو پایین بازی کن. باریکلا هوا به خوبی جا سوزر. نمیای حال که همچین شد خودم میام پایین یه چیزی تنت میکنم. نگاه نخیر، حالا نوبت من از پیاده شد. الان ساعت چند شبه؟ هنوز کروم کروم بهشون میاد، دارم میدونیم و میدونم دوی ماراتون گذاشتن همه شم زیر سر این زیزی گذاشت. به من چه مربوطی دارم؟ به تو مربوطی ندارم. خب کروم جا خودش خسته شده بود، همین آقای جمالی هم به او کمک نمیکردم از میرم پی بازی. زیزی گلو، ما میدونیم که تو این کار رو به خاطر کمک به خان جان کردی، برای همینم هیچ وقت تو رو سرزنش نکردی. اما ببین عزیز من، هر چیزی برای خودش جایی داره. دوران جوانی دوران کار و فعالیت و تلاشه، اما دوران پیری دوران استراحت و آرامشه. درست مثل یه آدم که یک روز خیلی کار سخت و پر جنب و جوشی میکنه، وقت شب احتیاج به استراحت داره. یه آدم پیرم وقتی بعد از یک عمر کار و تلاش، دوران پیریش احتیاج داره که آرامش داشته باشه، استراحت کنه. میدونی من الان واقعا نگران خان جانم، میترسم یه بلایی سرش بیاد. تو نگران نیستی؟ نمیدونم
گوش کن زیزی گلو جان، اصولا انسان وقتی که پیر میشه احتیاج به استراحت داره. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه علمم ثابت کرد، من از خودم که نمیگم، که سلولای بدن اصلا افت میکنن، پیر میشن. و سلولای بدن که پیر میشن احتیاج به من گوش کن. بله چی؟ تو نمیخوای برای من نمیخوای گوش کنی؟ من بعد از یک روز کنه طولانی احتیاج به استراحت دارم. شب بخیر مدام خانومی، شب بخیر آقای پدر. زیزه گلو ببین چجوری تربیتش کردی؟ بعد از عمری من اومدم نوت خواهم جلو این همه آدم آبرو منو برد. آی سرم رفت تو تلویزیون روشن کن. نه من بعد حرفم اصلا برای تو بزنم. شما که یه خانم مهندس هستی. بسکتبال اوه اوه آخ اینه. وای چقدر دیر روشن کرده. من کی شوش آه برای برو آلن بوکسیچ. این بود من میخواستم ببینم. به 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 برو بازه دیگه. من خودم واسط میرم میکردم میارم. شما میتونی به چغاله کردی؟ یعنی نمتونم؟ نخه من نمتونم از این درخت برم بالا. نخه بایسا تماشا کن. تماشا نیکن. ای مادر. خانجا چی کار نمیکنی؟ من میگه نمتونم. میگه نمتونی بری بالا. چرا نمتونم؟ من چمه؟ حالا دیدی امیر آقا؟ حالا دیدی رفتم بالا؟ حالا وایستا تماشا کن. حالا میرم اون نوت چقاله ها رو دارم میبینم. میرم اون نوت واسه میچینم. مادر چرا قصه میخوری؟ خودم میرم واسه چقاله میچینم. ببین و تماشا کن. ای مادر برم بالا. برم این بالا. خانجا نره بالا تا. خانجا وای خانجا نره بالا. میفتی بالا به 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 به. چه جای باصفایی اینجا. عجب آب هوایی داره. اگه بیمتر من جای بچه تو چی بدم؟ ها؟ جای عرضمو چی بدم؟ ها تو بگو. نه نمیفتم. واسه چی بیفتم؟ سرمور گنده وای صدم مال درخت. میبینی که پام جون داره. نه جون داره. آره برم ببینم مثل که اون بالا چقالاش بهتره. رفتم نه بالا. وای خدا تکو نخود. تکو نه همجد همون جو بایستا. همجد بایستا. چی شده امیر جان؟ چی شده؟ خانجا رفته بالا درخت. رفته بالا درخت کنونه؟ خانجا! کمک! خانجا! بسه! تکون نخورید خانجا! اونجا رفتید تکون! بیاین پایین خانجا! خطرناک! بیاین پایین خانجا! خانجا خطر چیه؟ من بالتر از خطرش هم رفتم. این درخت ها که چیزی نیست. این بوته هست. بچه که بودم چه درخت ها میرفتم بالا. چه درخت ها تا اون نوک میرفتم. نه یه چقاله اونجاست. خانومی زیزه گلو تو رو خدا بفهم. آروم تکون نخور. پس تکون نخور. خانومی زیزه گلو آقای جمالی باشید. خانجا تکون نخورید. بودو میدونید واقعیت هست این هست که تو وقتی که امیر آقای جمالی خود از بین برم خانم جان کما کن بروی درخت میمونم. بیا پایی خانجان. اونجا چه خبره؟ خانجان خواهش میکنم. من نمیدونم. اومدم چغاله بیچینم واسه بچت. پس نه اومدم دنبال نگی من. چغاله نمیخوام. نه اصلا. خواهی نه چغاله نمیخوام.
میشه؟ آخه خان جان این دم آخری که ازم داره میاد اگه بیافتید همین دست و پات بشکنی چی ها؟ من جواب ازمه چی بدم؟ خوبه آقا جمال چقدر شلوغش میکنی بذار این یه دونه درست دارم بیچینم همین تکون نخور خان جان نرو بالا نرو بالا میافتید دست و پات بشکنه بیا پایی بیا پایی بیا پایی ازم بیا ازم بیا پوسته که تلمان میکنه بیا پایی ای چه درشته این بذاری نه خوبه خوشمزه است نه نه امیر بیا نه نه بیا واسه بریزم اینا رو دومن تو بگیر بیا نه نه بیا خوبه شاقال خواستی بگیر 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 آی بره گلا خانجا خانجا من چقدر نمیخوام شما بیا مایه من چقدر نمیخوام جخمم میخوام برم بالا مادر دسته چقال درستون نوکست میخوام برم بیچینم شما فقط بیایی پتو رو بگیری زیر من این چقال رو بیزم رو دسته کوره بیا پایی بیا پایی بیا پایی اینجا بیا اینجا این چقال رو بگیر آباری کلا من برم بالا برم دسته دونه چقال رو بیچینم برم بیارم مادر خانجم بیا پایی اگه شما بیا پایی نا من قول میدم به تو که دیگه همه کارت رو بکنم بگیم برو قاشق بیار میرم قاشق بیار بگیم برو چاقو بیار میرم چاقو بیار بگیم برو سی بیار هر چیگی بگیم دیگه من میرم بیارم من همه شما قول میدم خانجا بیا پایی بیا پایی خونه منی ما حالا که امیر آقای جمالی به اشتباهش پی بردن چطور از خانم جان جان جانی از درخت بیاید پایین و کمی استراحت کنم ریزی کود و آبی پاکی درخو تا 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 پس خان جان کجا رفت؟ خان جان خان جان خان جان هم چی یاد؟ خان جان خان جان چی میگه آقا جمال خان جان که هنوز نیومدن دسود باشین دیگه پتو پهن کنیم رو زمین پهن کنیم رو زمین واسه چی آخه ای بابا من خودتون نگفتین آقا جمالی که آقا خان جان بیان زیر درخت بشینن من گفتم آقا مهندس پس آقای جمالی خود شما گفتید دیگه خان جان باشین خان جان اومدن خان جان خان جان شما حالتون خوبه حالا خوبه نه نه چطور مگه دیگه من دیگه چغاله میخوام چغاله چغاله کجا بود ننجون چغاله کجا بود چغاله حال دیگه چوبه وقتش گذشته دیگه شما دیگه ندوی من دیگه همه کارشو رو میکنم ندو من که نبتونم با تو هم ننجون من که نبتونم با تو دیگه را نری را نره باز چی بخواده این من دیگه همه کارشو رو میکنم کارای من رو میکنی آقور بوده تو برم چی شد مهرم به دلتون داد مادر دیگه بیا پس بوست کنم به 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 بچه بوس خوشمزه ای دست منو میگیری بله میخوای چی کار کنی منو راه ببری بله آقور بوده تو پسر چی از این بیتر چی از این بیتر که نوه آدم دست آدمو بگیره راه ببره اما ننه تون تون نرو آسه آسه من که نمیتونم پا به پای تو بیا آباری کلا آباده آماشالله آبار بوده پسرم دارم چه نوه ای دارم من حز کردم از این نوه خان جان مگه شما الان بالای درخت نبودین من بالا درخت بودم چه حرفا میزنه این آقا گمون کنم از دوری مادرت همچین بالکونش تکون نگو خورده من دن جخی یه ذره پلرم نمتونم برم بالا چه برسی که برم از درخت بالا نه 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 امیر هست
امیر پنج شب کمک میکنه گرفتی مادر. ای مادر دست درد نکنه قربونت برم. مادر سلام علیکم احوال شما؟ ای ننه چرا پتونی گرفتی دستون منو تماشا میکنی؟ ببرم مهمون دعوت میکنی؟ صاحب مادر بزن خودی نر بگر تو هم دلما بشید. بفرمایید خانم. شما حالتون خوبه؟ خوبم. نه ببخشید من این پاو باید دراز کنم. نه شما راحت باشید. چه سایه ای، چه درختی. حس کردم آخه. آی ننه خانم بچم اعظم خالیه. نه گل گرفتی؟ بله خانجا. نه گل گرفتم. شما بالا درخت بودی، من گرفتم. ای وای باز میگه بالا درخت بودی. آقا جوانی هستی پیش درخت. خانجا شما همین الان رفته بودیم بالا درخت. هر درخت بودم. آره بالا درخت بودم. بالا درخت شما بخوای من بالا درخت بودم. من بالا درخت بودم. آقا بالا درخت. آخی ما بزن آقا. ای مادر پس چاییت کو اینطوری مهمون دعوت میکنی؟ چشم خان جان چشم، الان میرم براتون میارم.